بسیاری از مطالبی که راجع به 20 سال گذشته وقوع یافته است هم نخست وزیر توضیح داد و همچنین اشاراتی و در بعضی مواقع تصریحاتی راجع به برنامه 20 ساله آینده ذکر شد و به خصوص مدیر عامل سازمان برنامه توضیح داد که البته روشن کننده و منعکس کننده کلی هدفها و آرمانهای ما می باشد، ولی باید شاید در بعضی نقاط کنجکاوی بیشتر و تصریح بیشتری بنماییم تا مطالب واضح‌تر و بیشتر حلاجی شود. البته می‌دانید که در هر موقعی به خصوص پس از هر جنگی، جنگ‌های بزرگ دنیایی خصوصیاتی دارند که پس از خاتمه آن تحولاتی هم در فکر و هم در اجتماع مردم این دنیا به وجود می آورد که یا عکس العمل سختی های جنگ است یا عکس العمل پیشرفت های فنی و تکنولوژیکی است که در حین جنگ پیدا می شود و پس از آن تکمیل می شود. مملکت ایران که قبل شهریور 1320 به نسبت آن روز و به نسبت گذشته خودش در میان ملل این منطقه و حتی در اذهان عمومی دنیا مشهور شده بود که مملکتی است در راه ترقی، مملکتی است در راه استقرار، مملکتی است امن، و این مطالب آن کسانی که یادشون هست به خاطر دارند و جوانترها به تدریج شنیدند. این مملکت به خاطر احتیاجات جنگ و موقعیت سوق الجیشی خودش بیرحمانه پایمال شد و تا مدتی با ظاهر استقلال، با داشتن همین رژیم مشروطیتی که ما الان داریم، با داشتن پادشاه و دولت و مجلسین، ماهازا در مدت اشغال در واقع بازیچه دست سیاست‌هایی بود که این مملکت را اشغال کرده بودند. و علت اشغال ایران ضعف نظامی ایران بود که قادر نبود یا از خودش به طوری دفاع بکند که برای متجاوز گران تمام بشود و حتی آمادگی و فکر آماده بودن برای دفاع خودش را نداشت که سیاست تخریب و آتش زدن و خراب کردن مملکت خود را برای محروم کردن اجنبی بتواند انجام بدهد. مثلا اگر ما یک همچین سیاست دفاعی داشتیم، البته به این مطالب من در گذشتم اشاره کردم، و اگر این مملکت میبایستی به عنوان راه ارتباطی مورد استفاده قرار بگیرد، میبایستی پلهای این مملکت، تونلهای این مملکت و هر گره‌های مواصلاتی این مملکت مینگذاری میشد و به موقعش تخریب. نفت این مملکت که مورد احتیاج بود میبایستی که با همین نوع پیشبینی ها استفاده آن به یک متجاوز و متعرض قدغن میشد و هاکذا. این میرساند که مملکت ایران که قبل از شهریور در حال پیشرفت و ترقی بود و این امری نیست که کسی در آن تردیدی بکند، به علت ضعف قوای نظامی
دچار چنان پریشانی شد که نماینده مملکت اجنبی می رفت پیش رئیس دولت و لیست وکلایی که می بایستی انتخاب بشود به او تسلیم می کرد. ستونهای پنجمی که در این مملکت ایجاد شد به عناوین مختلف به اسامی مختلف صرفاً برای ایجاد تفرقه و ضعف حکومت مرکزی عمل می کردند، چون که قدرت حکومت مرکزی برخلاف منافع اشغالگران و کسانی که قصد استفاده و استثمار این مملکت را داشتند می بود. یعنی باید در این مملکت اصول فئودالیته برقرار می بود، یعنی در این مملکت می بایستی ارتجاع سیاه نه فقط نزدیک بین ولی کور و دور از جریانات دنیا قدرت می داشت، می بایستی که بساط خانخانی و ایلبازی و رساندن تفنگ و مهمات به دست این سران عشایر و آلت کردن آنها برای مقاصد خود ادامه و تقویت می شد، می بایستی که در زمینه صنعت پیشرفت نمی شد و اون صنعتی هم که می بود بین کارگر و کارفرما روابط ناراحتی و بدی برقرار می بود که همیشه طبقه کارگر جنبه استثماری داشته باشد و ته قلب ناراضی. البته می توانم این امثال به تمام سطوح مختلف طبقات این مملکت توسعه بدهم و برای هر کدوم یک مثالی بزنم که چطور سعی می شد محیط ناسالمی در این مملکت برقرار بشه. و اما جنگ و اثرات آن، مسلماً جنگ و به خصوص این جنگ بین المللی دوم یه اثرات عمیقی در روحیه افراد به خصوص ممالکی که حس کمبود و حس تسلط اجنبی و حس استثمار شدن به وسیله اجنبی داشتند، در اونها عکس العمل شدید و در واقع یک تب حادی را ایجاد کرد. مملکت ما از این موضوع محروم نبود. خوشبختانه تبی که در مملکت ما ایجاد شده بود تب یک ناسیونالیسم مفرطی بود. این عقده این که مملکت ایران ظالمانه بدون دلیل بدون جهت اشغال شد و اون صدمات دید به وسیله یک عکس العمل ملی به هر صورتی که بود میخواست ظاهر بشود. این را اجنبی هم فهمید و بهترین راهی که اجنبی فهمید این بود که این احساسات پاک ملت ایران را به وسیله افراد برگزیده خود و آن هم در نشان دادن عکس العمل نسبت به استثمار نفت این مملکت به وسیله خارجی ظاهر شد و مجریان اون دستور طوری نه فقط ناشیانه ولی حتما به طور عمد رفتار کردند که مفتضح ترین شکست اقتصادی را در اون برنامه خوردند، برای اینکه این روح ناسیونالیسم ایران احیانا لطمه و صدمه ببیند. کسانی که اون ادعاها رو می‌کردند آخر سر مجبور شدند که در چاه‌ها را ببندند و چون پول نداشتند، فکر می‌کنم اگر حافظم صحیح باشد سالی 300 میلیون تومان به پول آن روز اسکناس بدون پشتوانه چاپ بکنند که فقط حقوق افرادی که در صنعت نفت مانده بودند و کار نمی‌کردند بپردازند، همان کسانی که سال‌های تمام موقعی که دولت‌ها می‌خواستند به مقدار طلا و ذخایری که در بانک داشتند مقدار اسکناس رایج را زیاد بکنند با اون مخالفت می‌کردند و مانع پیشرفت صنعتی و اقتصادی و مالی این مملکت می‌شدند.
همان زمان معروف و مشهور بود که یک اتحادی بین به اصطلاح معروف به توده نفتی ایجاد شده بود و این درست نماینده اشتراک منافع دو قطب مختلف برای منظور معین در این مملکت بود و ما این اتحاد مضحک را چندین دفعه بعد تجربه کردیم. در مرحله بعد در انقلاب بزرگ ایران در 41 اتحادی است که من بر آن اسم اتحاد نامقدس سرخ و سیاه گذاشتم که همتون در این هفته اخیر باز هم مظاهر مفتضح و شکست خورده و البته با هدف خطرناک آن را شنیدید و یا روی پرده تلویزیون دیدید. در مقابل این گذشته برای ما ایرانی ها چه چاره‌ای باقی میموند؟ آنکه اجتماع ایران را از تمام نقاط ضعفی که میتوانست به توسط دشمن ایران مورد بهره برداری قرار بگیرد ما خلاص بکنیم و پاک بکنیم. با شماست که به مواد اول ششگانه انقلاب ایران که به معرض تصویب ملت ایران گذاشته شد و خاطرتون هست که با چه شور و شوقی و با چه هیجانی مردمی که در اون روز حق رأی داشتند، چون هنوز زنها در اون روز این حق را نداشتند، در این امر شرکت کردند و بعد این شش ماده طور به وسیله شش ماده دیگر تکمیل شد. مملکتی که در 1341 در معرض خطر اون اتحاد نامقدس بود یک مرتبه در عرض این چند سال ببینید که از کجا به کجا رسید. ارقام شاید بهتر از هر چیزی گویا باشند و به این ارقام مراجعه کنید. میگویند که در برنامه سیوم رشد ایران به قیمت ثابت 8% بود و در برنامه چهارم در این 3 سال اول رشد ایران باز به قیمت ثابت 10%. مقایسه میکنن این رشد با رشد یک مملکت دیگری که آن هم رشدش به اعتراف همه حیرت آور است و البته باعث خوشبختی ما. منتها بعضی اوقات شاید این مطالب ذکر نمی شود که این رشد ما با وجود تخصیص اعتبارات، البته نمیگم کافی، با اون چیزی که در حدود مقدورات ما بود برای تقویت قوای تأمینی مملکت انجام گرفت و شاید مخارج ایران در قسمت قوای تأمینیش در حدود بین 5-7% تولیدات ملی خودش بوده است، در صورتی که اون مملکت دیگری را که با ایران تا حدودی مقایسه می‌کنید تا سال گذشته مخارج دفاعیش به 0.7-8% تولیدات ملیش بیشتر نبوده است. رشد ما با وجود نداشتن کارگران فنی به اندازه کافی بخصوص در قسمت کشاورزی به دست آمده است. رشد ما در مملکتی انجام شده است که متاسفانه از لحاظ بارندگی در مضیقه است و چند سال پیش که اصلا ما یک دوره طولانی غیر قابل تصور خوشسالی داشتیم و متاسفانه در 2 سال پیش که بارندگی زیاد شد دچار سیل و خسارت‌های دیگر و با وجود این ما به این رشد رسیدیم. و یک مطلب دیگر که باید اضافه بکنم این است که در اون ممالکی که اینطور زبانزد عام هست که به رشد فوق‌العاده رسیدند،
لازم میدانم که اینه پیدا بکنید و رقمش هم منتشر بکنید که در اون ممالک سرمایه گذاری خارجی به چه حدی رسیده است. میلیاردها دلار چه در اون مملکت آسیایی و چه در اون ممالک دیگر اروپایی که خوب رشد و ترقی کردند سرمایه گذاری شده است. اونها مهندسین و متخصصین و کارگران فنی خودشون را در عرض این دو سه سال تربیت نکردن، موجود بود. اضافه بر اون سرمایه گذاری بی حد و حصر خارجی شد، اضافه بر اون از یک عدالت اجتماعی خوب قابل تحسینی برخوردار بودند و در مورد یکی به خصوص مخارج دفاعی همونطور که گفتم به 0.7% تولیدات ملی شرق نمی‌رسید. چه چیز باعث این رشد عجیب و چشمگیر ایران شده است؟ میخوام بگویم که این فقط در اثر اجرای مواد 12 گانه انقلاب اصیل ایران بوده است که هر کسی در هر طبقه مشوق غیر عادی و فوق‌العاده‌ای برای کار و پیشرفت پیدا کرده بود. در این مدت شاید زیاده روی بکنم، برای اینکه چند روزی در چند سال پیش در کارخانجات اصفهان کار متوقف شده بود، برای اینکه کارخانه قدیمی ورشکسته‌ای نمیتوانست حقوق کارگرش را بپردازد. ولی در این چند سال شاید یک ساعت کارگر ایرانی دست از کار نکشید. چرا؟ برای اینکه اون حس استثماری که قبلا میکرد به وسیله شریک شدن تا 20% منافع کارخانه به او حس یک نوع شرکت در حفظ کارخانه، در پیشبرد هدفهای کارخانه و در پیشبرد تولیدات کارخانه پیدا کرد. زارع بیشتر کار کرد، برای اینکه دیگر برای خودش کار میکرد. حالا اون اصطلاح معروف زارعی که در مراغه به من گفت مثل این است که من از نو به دنیا آمده باشم، این را هم نخواهیم دائم تکرار بکنیم، ولی چیز واضح و مبرهن این است که زارع ایرانی از اون وضع فئودالی و ارباب رعیتی تبدیل شده بود به یک فرد آزاد، به یک فردی که میدونست ما حاصل رنجش مال خودش است. و البته در این بین به وسیله مروجین کشاورزی، شرکت‌های تعاونی و تازگی‌ها، سهام زراعی، وسیله پیشرفت کارش هم به وسیله دستگاه دولتی کمک می‌شد. البته طبقات دیگر از پیشرفت کارگر و زارع و قدرت خرید اضافه او ثمر می بردند، فروششون بیشتر می شد، کسبشون بیشتر می شد. سرمایه‌دارهای ایرانی که شاید قبل از اون مورد طعن و سرزنش قرار می گرفتند به عنوان اینکه پولهاشون در بانکهای خارج پنهان می کردند، اینها اینطوری که شنیدم نه فقط پولهای داخلی خودشونه روی اصل اعتماد به استحکام ایران به راه انداختند، ولی پولهایی هم که در خارج داشتند آوردن به ایران، چون مسلماً منفعتی که در اینجا میتوانستن ببرند بیش از منافعی بود که در یک مملکت خارجی ممکن بود عایدشون بشود. مملکت خارجی دیگه مسئولیت 5 ساله مالیاتی نداشتن، میبایستی هر منفعتی که میبردن مالیاتش بپردازن، ولی اینجا 5 سال که مسلماً از پرداخت مالیات آزاد بودند و سایر کمک‌هایی که دولت برای حفظ و حراست صنایع جوان ایران انجام می‌داد. سایر مظاهر انقلاب ما که همش در اصول عدالت اجتماعی است چنان استحکامی به جامعه ما داده بود که ایران در تمام دنیا به عنوان جزیره ثبات و یا دریای آرامش و هر کسی به سلیقه خودش
اسمی که معرف استحکام وضع ما می بود، این عنوان به ما می دادند و مملکت ما به این پیشرفت ها نائل شد. البته حسودها، کسانی که می دیدند 12 ماده انقلاب ایران در داخله ما چه اثری داشته است و احیاناً مانع از شهرت این پیشرفت ها به جاهای دیگر برسد، و خب مردم اگر چشمشون باز باشد می توانن مقایسه بکنن و می توانن بالاخره برای خودشون نتیجه گیری بکنن، و کسانی که فقط دنبال مرام می گردند، نه مثل ما که ما دنبال مرام نمی گردیم، ما دنبال طریقی می گردیم که بیشتر و بهتر بتواند به مملکت ایران، به ملت ایران خدمت بکند و مفید باشد. و در این دنبال روی یا گشتن، اغلب اوقات تتبع و اختراعی که شده فکر خود ما بود. در قسمت‌های فنی و تکنولوژی البته ما از سایرین اقتباس کردیم، و شرط عقلم همین است، کاری که سایرین سالها مطالعه کردند، مبلغ ذکر نمی کنم ولی مبالغ هنگفت و متناهان بهی خرج کردند برای پیدا کردن جوابهای تکنولوژیک برای مسائل فنی، این طبیعی است که ما بدون زحمت، بدون خرج، شاید با پرداخت اون قیمت لیسانسی که اونها به طور کلی روی قیمتهاشون میکشند و سالهای سال طول میکشد تا مسلط بشود، این تجربه شده و امتحان شده اقتباس بکنیم. ولی اون چیزی که مربوط به اجتماع ایران هست، که منطبق بر روحیه ایرانی و تاریخ ایران و وضعیت جغرافیایی ایران هست، ما اینه از کسی اقتباس نکرد، و این قدرت ایران است. برای اینکه اقتباس کردن این چیزها یک نوع اسارتی است در مقابل اون کشور یا اون ایدئولوژی که ما این را از اون اقتباس میکنیم. باید همیشه دنبال رو دیگران باشه. در صورتی که میبینیم تکنولوژی و ترقیات فنی و صنعتی امروز اسم‌های قدیمی را به کلی تحت شعاع قرار داد. قدرت انقلاب ایران این است که خود من پیشنهاد کننده این انقلاب به شما میگویم، چه بسا بعضی از این 12 ماده در سالهای آینده باید یه تغییراتی پیدا بکنه. البته فلسفه کلی ما به عقیده من تغییر نخواهد کرد، برای اینکه دنیا به قهقرا بر نمیگردد. یعنی اگر ما جنگل‌ها رو ملی کردیم، در آینده این جنگل ها دو مرتبه بین افراد و که سرمایه دارها دو مرتبه تقسیم نخواهد شد. یا زمین هایی که به دهقان ها تقسیم شده است، این دو مرتبه به عنوان مالکیت فردی بزرگ تبدیل نخواهد شد. حد اکثر یا در تعاونی ها جمع می شود یا در شرکت های سهامی زراعی. آبهای این مملکت را که ما ملی کردیم بعد دو مرتبه به هر فردی تقسیم نمی کنن، که این حوض مال تو، اون چاه مال تو، این رودخانه مال این و هاکذا. همچنین راجع به مراتع و فلسفه کلی که صنایع سنگین باید متعلق به جامعه باشد و به وسیله دولت که نماینده جامعه است اداره بشود. یعنی در آینده صنایع نفت ایران تقسیم به یک عده سهامدار نخواهد شد، و همچنین ذوب آهن، صنعت ملی ایران، به دست افراد بخش خصوصی سپرده نخواهد شد. ولی خیلی چیزهای دیگری هست که امروز مورد عمل ما هست و فردا لازم است به وسیله، چون تکنولوژی مدرن تغییرات شگرفی در این شون وارد کرده است، باید اونها هم خود را با این ترقیات تطبیق بدن. برای اینکه زیاد در این مباحث وقت صرف نکنیم،
مطالب به این قسمت خلاصه میکنم که برنامه ریزی همیشه برای یک هدف و یک مقصود است. برنامه ریزی ما در برنامه 5 ساله 5 چه هدفی میتواند داشته باشد؟ البته ذکر شد اینجا دادن خدمات بیشتر به مردم، یعنی مدارس بیشتر، بیمارستان های بیشتر، درمانگاه های بیشتر. این یک نوع خدماتی است. خدمات دیگری هست که ظاهر بهش نمیرسه ولی اون هم به همین اندازه مهمه و اون کتابخانه است، نشان دادن فیلم های خبری و آموزشی، برنامه های تلویزیونی که مردم را روشن بکند، خودش خدمت بزرگه. موضوع ساختمان مسکنه، موضوع موزه های مختلف است، یعنی ارائه فرهنگ ملی ایران به مردم، این خودش یک نوع خدماتی است که نباید فراموش بکنیم. و وسایل تفریحات سالم، اردوگاه ها یا در لب دریا یا در کوهستان. طبقات مختلف این مملکت باید وسیله آن را داشته باشند که تعطیلات خودشان را در این مملکت با راحتی، با آسایش بگذرانند. و برنامه های ما این باید باشد که تشکیلات مملکتی به طور مرتب و منظم افراد داوطلب استفاده از اردوگاه ها را وسیله این کار براشون فراهم بکنند و مردم غیر سازمانی، کسانی که در دولت نیستند، حس میکنیم و میبینیم که روز به روز آنها هم به این موضوع بیشتر پی میبرند و اغلب آخر هفته شاید به گردش میروند و در تابستان به اولین فرصت خودشون را به یا نقاط کوهستانی یا به لب دریا میرسند. ولی برای دادن این خدمات از هر نوع و هر قبیل که هم بخش دولتی بتوانه این وظایف انجام بده و هم بخش خصوصی رأساً بتوانه به این نتایج برسد، اصل این است که درآمد به اندازه کافی در مملکت ایجاد بشه. البته ممکن است گفت که برای ایجاد درآمد پس باید شما بیشتر پول و سرمایه گذاری در قسمت‌های تولیدی بکنید، برای تا تولید نباشد که درآمد نیست. و به عکس اگر پولی که در قسمت تولیدی باید صرف بکنید، این صرف موزه و نمیدونم نمایشگاه و این کارها بکنید، نقض غرض. باید ما اینجا اون متوسط دو کار پیدا بکنیم. برای اینکه جامعه ما از لحاظ مادی به اندازه‌ای ترقی کرده است که باید توجه به قسمت روحی و معنویش کرد، ولی سعی دائمی ما این باید باشد که ما به هر وسیله که شده پول بیشتری در زیربنای اقتصادی مملکت، بخصوص از حالا به بعد در امر کشاورزی، خرج بکنیم. بعید نیست که همون پولهای کلانی که بعضی ممالک دیگر دنیا را که رشد اقتصادی فوق‌العاده‌ای داشتند، بعید نیست که یک بازار به این محکمی و به این خوبی را تشخیص بدهد و کم کم به این مملکت هم سرازیر بشود. ولی سرمایه گذاری فقط تنها کافی نیست. افراد ایرانی باید هر کسی در هر کاری که انجام می‌دهد یک تبحر و یک تخصصی داشته باشد. پس موضوع آموزش حرفه‌ای در قسمت‌های صنعتی و آموزش دیگر در سطح دبیرستان و دانشگاهی باید مورد توجه باشد. و کاری که این اواخر ما شروع کردیم و فکر نمی کنم که مردم به اندازه کافی از این اطلاع داشته باشند، اون رسیدگی و امتحانی است که ما به طور خیلی دقیق و موشکافانه اول البته در قسمت‌های نظامی خودمون شروع کردیم به عنوان بازرسی‌های فوق العاده دقیق و فوق العاده مؤثر. استاندارد ارتش شاهنشاهی ایران
چون از لحاظ اعداد ما محدود هستیم و به هر صورت اسلحه ما هم اولا که اتمیک نیست و نخواهد بود و در این صدد نیستیم، هر چقدر هم اسلحه ما خوب باشه بالاخره بیشتر و برتر از بهترین اسلحه دنیا که نیست. پس رفتیم روی این فکر که سطح استاندارد معلومات و وظیفه شناسی در نظام ما باید به حدود ممتاز، که ممتاز از 100 نمره هر کسی که 96 نمره بیاره ممتاز می شود و عالی که از 90 به پایین نیست، باید به این برسیم و کم کم حتی خیلی خوب و خوب برای ما قابل قبول دیگر نخواهد. ممکنه سال اول دوم یه ارفاقی بشود، ولی بالاخره هدف این است که سطح نظام ما به یک همچین استاندارد فوق‌العاده‌ای برسد. این نوع امتحانات و بازرسی ها در وزارتخانه های سیویل هم شروع شده است و فکر میکنم ادامه این کار چنان تحولی در دستگاه های اداری ما به عمل بیاورد که قسمت عمده اون اصل انقلاب اداری ما خود به خود به همین وسیله انجام بگیرد. چون چکلیستایی که ما میگیریم هم معلومات افراد رو معین میکنه هم طرز انجام وظیفه، و ما در انقلاب اداری خودمون چی میخواستیم؟ در واقع همین است. وقتی که بیان به ما گزارش بدن که فلانی اصلا معلوماتش نسبت به اون کار تخصصی خودش پایینه، یا بیان بگن که یه آدمی است که مرتب سر کارش نمیاد یا سنگینه یا با مردم با بی‌حوصلگی رفتار میکند، این فوراً نمرش برای ما روشن میشه. این است که کار سرمایه‌گذاری خود در قسمت صنعتی و در قسمت به خصوص کشاورزی توأم با انقلاب اداری و تخصص پیدا کردن روزافزون افراد ما در کار خودشون و احیاناً سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این مملکت به ما اجازه خواهد داد که برنامه 5 ساله پنجم خودمون را با عرضه کردن می شود گفت غیر قابل مقایسه با گذشته خدمات اجتماعی توأم بکنیم. هم صنعت ایران پیشرفت بکنه، هم کشاورزی ایران پیشرفت بکنه و هم مدرسه بیشتر، بیمارستان بیشتر، درمانگاه بیشتر، موزه بیشتر، کتابخانه بیشتر و تمام عواملی که فرهنگ مملکت را بالا ببرد بیشتر بتوانیم انجام ده. موضوعی که لازم است خاطر نشان بکنم، گویی که در کتاب انقلاب سفید و در بعضی نطق‌های دیگر به کرات راجع به اون مطلب توضیح دادم، اون اهمیت بیمه‌های گوناگون اجتماعی است. اصطلاحی که به کار بردم این بود که یک موقعی که به دنیا می آید تا موقعی که از این دنیا می رود، در تمام مراحل زندگیش و در سنین مختلف باید از مزایای بیمه ها بهره‌مند باشد. این اگر به موقع پیش بینی بکنن، اولیای مثلا یک طفلی که به دنیا می آید و با پیش بینی لازم و پرداخت یه وجوه کاملا قابل تحملی مثلا مخارج تحصیلی این فرد بیمه بکنن و همچنین بیمه های مقابل مرض، کسی که مریض میشه به وسیله بیمه های اجتماعی در بیمارستان های مربوطه مداوا بشه و به خواست خدا بهبودی پیدا بکنن. همچنین بیمه های عمر، بیمه پیری، بیمه از دست دادن عضو و سایر بیمه هایی که هست و خیلی هم عمل میکنن، ولی فکر میکنم که اگر ما بخواهیم این نوع عدالت اجتماعی را همگانی بکنیم و در سر تا سر مملکت توسعه پیدا بکند، باید جزو سیاست عمومی ما باشد و راهاشو باید پیدا بکنیم که چگونه دولت کارمندان خودش بیمه بکنه، چگونه کارفرما کارگران خودش بیمه بکنه، چگونه
شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سهامی، سایر تشکیلاتی که جنبه شرکت و عمومیت داره به طور عمومی خودشونه بیمه بکنن. همونطور که گفتم در تحت هر رژیمی فکر می‌کنم که آینده بشریت و ترقی مجامع و جوامع بین‌المللی برگردد روی اصول و اساس شرکت‌های تعاونی و بیمه‌های گوناگون اجتماعی که زندگی یک فردی را در تمام مدت عمرش تأمین و راحتی او را فراهم می‌کند. در قسمت صنعتی واحدهای ایران باید به یک سطح تولیدی از لحاظ مقدار و به یک سطح فنی از لحاظ اتوماسیون و باز هم به سطح فنی از لحاظ داشتن مهندسین و کارگران متبحر و متخصصی برسد که تولید کارخانجات ایران، یعنی قیمت فراورده های ایران با قیمت های ممالک صنعتی رقابت بکند که ما بتوانیم صنعت سالم و صنعت قابل رقابت با سایر ملل جهان بکنیم. این فقط موقعی ممکن خواهد بود که واحد تولیدی ما به همون سطح برسد، یعنی از این چیزی که الان هست واحد تولیدی ما خیلی بالاتر باشد و متخصصین که پشت ماشین ایستادن در کارشون تخصص داشته باشن و ماشین هم ماشین آخرین سیستم باشه. و اضافه بر این دو چیز دیگر را ما باید درست یاد بگیریم. یکی مدیریت که هر چقدر به اون اهمیت بذاریم کافی نخواهد بود. خوشبختم که شنیدم صاحبان صنایع ما و شاید دیگران در صدد تأسیس یک مدرسه خیلی عالی مدیریت در سطح بین‌المللی در اینجا هستند که کار خوبی است. و موضوع بازاریابی و به اون اضافه میکنم موضوع بسته‌بندی، موضوع ارائه، موضوع نشان دادن و معرفی کردن محصولات خودشون، نه فقط با دروغ‌های تبلیغاتی ولی با جنس خوب که بالاخره شناخته میشود و مردم میشناسند. ولی خب بعضی اوقات ما میبینیم اول تولیداتش یک کارخانه محصول خیلی خوبی میداد به سطح بین‌المللی، کم کم چون از یه حمایت دولت برخوردار بود یا از اینکه رقیب کافی نداشته است یا از اینکه تقاضا بیش از تولید هست، میبینیم که این جنسش روز به روز تنزل میکنه. پس از راه در واقع کمتر مصرف کردن پول برای تولید میخواهد منفعت بیشتری ببره. خب این کم کم شناخته میشه، معرفی میشه و این یه صنعت شکست خورده است و به هر صورت محکوم به شکست. در صورتی که کار ما باید به عکس باشه. واحد بزرگتر، تربیت کارگر ماهرتر، ارائه اجناس بهتر و چون روی مقیاس بزرگتر تولید میشه حتی المقدور ارزانتر. حمایت دولت از صنایع داخلی تا حدودی لازم و باری بود برای اینکه این راه بیفته. اما حمایت از یک صنعت مریض که جنسش گران میفروشه و احیانا تقلب میکنه، این به کلی نقض قرض است. به این مناسبت این دستگاه جدید ما برقرار کردیم. این دستگاه یا صنایع جدیدی را میندازه از طریق دولت. تمام قسمت هایی که باید دولتی بماند، مثل خب در حدود فلسفه نفت و صنایع ذوب آهن، ما بغیره وقتی که ایجاد کرد باید به معرض فروش بگذارد. مدیر عامل اشاره کرد که در این مملکت باید صرفه‌جویی و در واقع کنار گذاشتن پول در بانک ها که بعد احیانا تبدیل به خرید اسهام باشد تشویق بشود. درسته، ولی از طرف دیگر ما میبینیم که در این مدت بورس ایران به یه حالت خیلی ضعیفی همینطور به اصطلاح کرکر میکنه، به اصطلاح معروف.
چرا این یه فنومنی است که ما باید بفهمیم چرا اینطوره؟ آیا هنوز این معرف این است که مردم ایران به تشکیلات شرکتی اطمینان ندارند؟ یا اینکه این شرکت‌ها خودشون درست معرفی نکردند؟ یا اینکه همونطور که قبلا گفتم هنوز اعتماد کافی ایجاد نشده و بیلان‌هایی که داده میشه، بیلان کارخانجات، شاید سود حقیقی خودشون نمیگویند، برای اینکه مردم فکر میکنن با این پولشون اگر سهم کارخانه نخرند که ظاهرا فلان درصد بیشتر منفعت نمیده، در جای دیگه بیشتر منفعت میکنه. و متاسفانه این یک موضوعی است که در اذهان هست که کارخانجات ما خیلی بیش از اون چیزی که اظهار میکنن منفعت میکنه. به هر جهت من به وزیر کار دستور اکید دارم که به هر وسیله‌ای که شده باید بفهمد که سود کارخانجات ایران چقدر است، که اون اصل، یکی از اصول اصیل انقلاب ایران که شرکت کارگرا تا 20% منافع کارخانجات باشد، بتواند به طور اطمینان بخشی هم از طریق خود من و هم از طریق خود کارگر قابل اعتماد و اطمینان باشد. خب در اون صورت ممکنه که مردم بیشتر سرمایه گذاری بکنن، سهام کارخانجات بیشتر خرید و فروش بشه، برای اینکه چیزی که مسلمه، مملکتی که مثل ایران در حال ترقی است، فکر نمی کنم که جنسی در آخر سال، اگر جنس خیلی خراب و مفتضحی نباشد، روی دست کسی باقی بمونه. اون که سیمانتونه، اون که قندتونه و اون روغن نباتیتونه که شاید کمبود هم داشته باشیم. سیمان کمبود داریم، قند هنوز وارد میکنیم گونه که تقریبا به مرحله اشباع رسیده، روغن نباتی که خیلی کم داریم. در صورت تمام مصنوعات ایران را به قول معروف سر دست میبرن و بعضی هاشون هم راه خارج پیدا کرده و صادر میشه. اما سرمایه گذاری در قسمت کشاورزی، هیچ مملکتی موقعیت استثنایی و عالی ایران را از لحاظ سرمایه گذاری دولت در امر کشاورزی نداره. چرا؟ برای اینکه اراضی بایری که زارع نداشته میتواند به وسیله شرکت‌های بزرگ یا خود دولت، شرکت‌های بزرگی کش صنعت ایجاد بکنه یا افراد خصوصی. اونجا دیگه زارعی نبوده که بگن استثمار می‌شود. اونجا ماشین است و کارگری که پشت ماشین می‌شیند و همون مزایای کارگری که در کارخانه کار می‌کند خواهد داشت، بلکه اصولاً حقوق بیشتری خواهد داشت، برای اینکه در ایران امروز آنی که بال تراکتور یا بولدوزر یا کمباین می‌شینن حقوق‌های خیلی بالا در روز می‌گیرن. اونا را می‌شود به هر وسیله‌ای بیمه کرد و مزایای خوبی براشون قرار داد که زندگی خیلی مرفهی داشته باشه. ولی دولت اضافه بر سرمایه گذاری های بزرگی که برای امور کشت صنعت روی مقیاس وسیع میتواند انجام بدهد، با بودن تعاونی ها و به خصوص شرکت های زراعی میتواند سرمایه گذاری که بکند به شکل ساختن شبکه های آبیاری تا حدود شبکه درجه 4 انجام بده. در ممالک دیگر شبکه درجه 4 ساختن بعضی وقت اصلا غیر ممکنه، روی اصول مالکیت غیر ممکنه. ما اینجا وقتی شرکت سهامی زراعی داریم و یک مالکیت شرکت، این روی مقیاس زمین های شرکت هیچ گونه اشکالی ما برای شبکه سازی آبیاری نداریم. تعاونی های ما هم اگر بتوانند خودشون در این امر آبیاری اقلا طوری مقرراتی وضع بکنن که برای دولت امکان ساختن شبکه های 3 و 4 پیدا بشود، یه کار خیلی عظیمی کردن. میل دارم وزیر اصلاحات ارضی ما با وزیر آب و برق ما در این موضوع مطالعه بکنند که آیا در شرکت‌های تعاونی هم امکانی که در شرکت‌های سهامی هست ممکن است ایجاد شود یا خیر. و اما اینم به شما تذکر میدم که ساختن یک سد فقط به عشق این که شما یک سد ساختید
و آماده نکردن شبکه آبیاریش، این یک نوع فانتزی است که برای کسانی که اول کارشون هست شاد خوبه، ولی دیگر امروز برای ایران معنی ندارد و لازم نیست. صدی که شما نقشش امروز میکشید، شاید کشیدن نقشه صد تقریبا به اندازه ساختمان یک صدی طول میکشد، باید توأم باشد با تهیه نقشه شبکه آبیاری. و همون موقعی که شما یه صدی رو شروع میکنید، شبکه آبیاریش هم شروع بکنید و در همون زمان هم آبریز این صد را شما از لحاظ فرسایش زمین تأمین بکنید. بوتس، درخت، پاشیدن مرچ، هر سیستم جدیدی که امروز برای جلوگیری از فرسایش زمین در تمام آبریز یک صدی لازم هست، باید هم قدم با شروع ساختمان صد پیشرفت. والا چی شده؟ ما صدی ساختیم به اسم خود من در رودخانه دز. چند سال از عمر این صد میگذره؟ فکر نمیکنم بیشتر از 7-8 سال باشه. 300 میلیون تن گل و لای به وسیله سیل یا باران امروز در این صد جمع شده. به همین مقیاس اگر بخواد این ادامه پیدا بکنه، 20 سال 30 سال دیگه این صد پر میشه. چه صدی؟ صدی که روز اول 3 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب ظرفیت ذخیره آبش بود. شاید هفتمین بلندترین سد دنیا، شاید یکی از اکونومیک ترین سدهای دنیا، برای اینکه با یک حجم خیلی خیلی محدود بتون ریزی به ارتفاع 203 متر، 3 میلیارد و 300 میلیون متر مکعب شما آب میتوانستید ذخیره بکنید، 520 هزار کیلووات برق تولید بکنید و در حدود 140 هزار هکتار زمین در زیرش آبیاری. چه زمینی؟ زمینی در خوزستان که هر محصولی که شما اونجا بکارید رکورد دنیاست. نیشکر بکارید مطابق گزارشی که من میدهن شاید 125 تن نیشکر در هکتار محصولتون باشه. حداقلن 10% شهد و شیرینی داره این نیشکر، یعنی 12.5 تن حد اقل شکری است که در هکتار شما اونجا برمیدارید. این رکورد دنیاست. چغندر کاشتن برای امتحان. سابق فکر میکردن در خوزستان چغندر نمیشه کاشت. حد متوسط برداشت 70 تنه، در خیلی نقاط 100 تن برداشت چغندر. مارچوبه تازه کاشتن در اونجا. سوالی که کردم گفتن فعلا 4 تن نیم، ولی مطمئنن میگن که ما به 5 تن و احیانا 6 تن مارچوبه در هکتار میرسیم که باز رکورد بین‌المللی است. هرچی که بکارید در این زمین و با این آبهای تمیزی که از کوههای نزدیک میرسد و به خصوص با تشعشع آفتابی که ما در خوزستان داریم، همین نتیجه رو خواهید گرفت. خب این صد چی بود؟ ما جلوی فرسایش زمین نگرفتیم، 300 میلیون تن گل و لای رفته تو این صد. ما از روز اول شبکه آبیاری این صد با ساختمان صد توأم نکردیم. الان 8 سال از اختتام صد یا بیشتر میگذره و هنوز شاید نصف اراضی این صد، ناخه کمتر، هنوز اصلا آبیاری نمیشه. سفیدرود همینطور سایر سدهای ما به نسبت بزرگی و وسعتش همینطور به این درد مبتلاست، برای اینکه شبکه های آبیاری همزمان ساختمان سد شروع نشد. اما از این به بعد این کار دیگه نخواهد شد، مگر در جایی که بگویید ساختمان این سد برای آب آشامیدنی اهالی اون منطقه حیاتی است و هیچ راه دیگری نیست، یا اینکه بگید نه، اگر این سد ما نسازیم سیل ممکنه که یک قسمت بزرگی از مملکت از بین ببره، یا اینکه بگویید این سد از لحاظ تولید الکتریسیته طوری در یک موقعیت مناسبی قرار گرفته است که حتی از فروش برقش ما میتوانیم این از لحاظ اکونومیک وجیه بود. ولی من تعجب خواهم کرد که یک صد دیر فقط از لحاظ برق در مملکتی که این همه نفت و گاز داره شما بتوانید از لحاظ اقتصادی توجیه بکنید که این برای ما فایده داره، در صورتی که
تبدیل این همه گازی که خداوند به این مملکت داده است به برق تقریبا هم قیمت تولید برق از آب میشن، به خصوص که سرمایه گذاری اولیه برای برقی که از آب گرفته میشه سنگین ترین سرمایه گذاری هاست. پس در قسمت کشاورزی گفتیم که هیچ شاید مملکت این موقعیت نداره که به این آسونی، یعنی مملکتی که مالکیت خصوصی هم توش باشه، که شبکه‌های آبیاری رو تا حدود درجه 4 که آخرین مرحله توسعه شبکه است برسانه و میل دارم تعاونی ها مطالعه بشود که در اونجا چه شکلی می شود شبکه 4 پیاده کرد، شرکت های سهامی زراعی که جای خود دارد. سرمایه گذاری دیگه که در کشاورزی ایران می شود ایجاد مراکز پژوهشی عالی با شهرت بین‌المللی است. هر منطقه این مملکت که دارای آب و هوای بخصوصی باشد حتما باید یکی از این مراکز لابراتواری و تجسس کشاورزی داشته باشد. خوزستان یا آب و هوای بخصوصی است، خراسان همینطور، آذربایجان همینطور و سواحل دریای خزر غرب و شرقش با هم جداست. در غربش در حدود 2 متر بارون میاد در سال، در شرقش بین 700 800 900 میلی متر در سالهای خوب بارون نمیاد. فولاد مرکزی هم که البته یه وضع بخصوصی داره. سرمایه گذاری ما در شناختن جنس خاک ایرانه، در تجزیه آبهای ایرانه، املاحی که دارن و غیره و غیره، و تطبیق جنس آب و خاک با مدهای میایی که باید در اونجا استعمال بشن و همچنین دانستن این که کدوم بذری بهتر به این آب و هوا و به این خاک و به این منطقه میخورد. و این بذر فقط بذرهای بومی خودمون نیست، همه جای دنیا رو باید بگردید تا اون بهترین بذر پیدا بود. خاطرم هست 2 سال 3 سال 4 سال من به بعضی از مسئولین امور خودمون میگفتم که آقا میگوین یه بذر خارجی هست که خوبه، برید پیدا بکنید. مردم ما معمولا، این کسانی که در ادارات ما هستن، اینا که اینقدر عاشق مسافرت هستن و برای هیچ و اولین بهانه بار سفر میبندن برای گردش، در این قسمت نمیدونم چرا اون تمایل دائمی که به سفر کردن دارن در این قسمت نداشتن. کسی نمیرفت برای پیدا کردن این بذر. میگفتم درخت اوکالیپتوس، میگن 200-250 نوع مختلف درخت اوکالیپتوس هست در دنیا، برید اینه بیارید. برای اینکه من میدونم، خوندم گزارششه که درخت اوکالیپتوس در هر آب و هوایی رشد میکنه، در باطلاق رشد میکنه، در جایی که اصلا بارون نمیاد رشد میکنه، در زمین شورزار رشد میکنه. به هر صورت درخت اوکالیپتوسی هست که در باطلاق درست مثل پمپ آب رفتار میکنه. دیدن اشخاصی که دیدن، عکسش هم هست، از کله درخت آب در واقع پاشیده میشه، یعنی این درخت مثل پمپ آب از زمین میکشه، اون وقت از اون بالا اجبارا پخش میشه، برای اینکه خب تمام درخت پر میشه. خیلی از زمین‌های شورزار به وسیله درخت‌های اوکالیپتوس میتوانن کنترل بکنن و شوریش کم بکنن. هر چی که گفتم 3 سال 4 سال یک دونه نمونهش برای من نیاوردن نشون بدن، و این همون سنگینی است که بهش اشاره کردید. و حالا ما با اون چک لیست‌ها و با بازرسی‌ها خواهیم دید که افراد ما سبکن یا سنگین. هر چقدر در کشتی ما طالب سنگین وزن هستیم و در هالتر همینطور، در دارات ما باید سبک و چابک باشه، از لحاظ رفتار البته، از لحاظ قطر شکم نمیگه. تولیدات کشاورزی ایران باید به چند برابر تولیدات فعلی برسه، برای اینکه فعلا هنوز ما در کنترل جمعیت، با وجودی که خب خیلی اقدام میکنیم، هنوز کنترل جمعیت ما به نحو مطلوب پیشرفت نکرده. هدف ما این است که برای اینکه این مملکت پیشرفته‌ای باشیم که درآمد سرانه ما مطابقت بکنه با ممالک پیشرفته دنیا، باید کم کم رشد جمعیت ایران به حدود 1% در سال برسه. ولی خوشبختم که بگویم از این موضوع استقبال میشه و طبقاتی که شاید از اونها کمتر انتظار استقبال این موضوع رو داشتیم، اتفاقا اونها
درک کردن که این موضوع تا چه حدی مهمه و این کار میکنن. تولید کشاورزی ایران باید به اندازه‌ای باشد که جمعیت ایرانی با پرداخت قیمت عادلانه، یعنی چیزی که از بین‌المللی بیشتر نباشه، به اندازه کافی بخوره و در بدن ایرانی اون کالری که لازم هست برود و احیانا امکانش اگه برای ما باشه به کمبود مواد کشاورزی دنیا ایران کمک بکنه با تولید اضافه مصرف خود. پس اشاره کردیم به موضوع کشاورزی، اشاره کردیم به موضوع صنعتی در حدود فلسفه انقلاب، یعنی چیزایی که در دست دولت باید باقی بماند اون به جای خود و بخش خصوصی هم به جای خود، ولی مواظب باشید که در اون قسمتی که در دست دولت هست هر سرمایه گذاری که لازم هست ما باید بکنیم، از اون غافل نباشیم. یعنی شرکت نفت ایران که بارها گفتم بزرگترین شرکت نفت دنیا خواهد بود، برای اینکه در مملکت خود ما تولیداتش هست. تمام شرکت بزرگ دنیا رو ببینید، کسانی هستن که در ممالک دیگر کار میکنن و از اونجا منفعت میبرن. ممکنه یه روزی اصلا قطع بشه، ممکنه یه روزی اینا رو بیرون بکنن، ممکنه یه روزی اینا از اون منابع ثروت محروم بشن، ولی شرکت ملی نفت ایران با نفت خودش سر کار داره. شرکت نفت ملی ایران نه فقط باید بزرگترین شرکت نفتی جهان باشه، ولی بزرگترین منبع درآمد داخلی ماست. برای اینکه نفتی که میفروشه اگر زیاد ما قیمتا رو پایین تر از حقیقت نگه نداریم منفعت داره، گازی که میفروشه منفعت داره، و اگر شرکت نفت ایران مقام خودش رو باید حفظ بکنه میتوانه بزرگترین شرکت پتروشیمی دنیا باشه، برای اینکه تمام مواد اولیه‌اش در داخل خود مملکته. سرمایه گذاری که در اونجا لازم است بشود باید بشود. لوله کشی که باید سر تا سر این مملکتی بپوشونه، لوله کشی نفت و گاز باید بشود. پالایشگاه هایی که باید ساخته بشود در این مملکت باید بشود. پس در قسمت صنعتی برای بخش دولتی مقام اول حتما در شرکت ملی نفت و بعد در اون شرکت توسعه صنعتی، که از این دو غافل نمیتوانیم باشیم. و همچنین توسعه ذوب آهن به حد اکثر امکان برای بهره برداری از اون زیربنایی که ما الان در نزدیک اصفهان ساختیم. اگر در برنامه 5 ساله پنجم ظرفیت فقط به 2 میلیون تن باید برسه 2 میلیون تن، ولی اگر به 4 میلیون تن باید برسد باید بروید دنبال این کار، برای اینکه این اقتصادی خواهد بود. پس فراموش کردن بخش صنایع دولتی برای ما امکان پذیر نیست، برای اینکه اولا هیچ چیزی از این پرمنفعت‌تر نیست، ثانیاً بعضی چیزا جنبه حیاتی و استقلال داره برای ایران، کما اینکه ذوب آهن ما رو 20 سال، یعنی 20 سال که بیشتر، برای اینکه از زمان پدر من شروع شد این فکر ذوب آهن، بالاخره یه 30 سالی تقریبا یا بیشتر ما معطل شدیم تا اینکه علی رغم خیلی چیزها تصمیم گرفتیم که این کار بشه. و حالا نه فقط جنبه ارضا کننده روح استقلال ما رو داره، ولی مطابق حساب‌هایی که می‌شود کرد این حتی از لحاظ مالی هم برای ایران منفعت خواهد داشت. قیمتی که به دست خواهد آمد با قیمت‌های بین‌المللی رقابت خواهد کرد. موضوع شرکت ملی نفت شد و اینها به 2-3 مطلبی است که باید تذکر داد. ملاحظه بکنید در قسمت نفت ما خیلی موفقیت ها به دست آورده ایم، شاید هم با زحمت به دست آورده ایم. و اون چیزی که مستقلن ما میتوانستیم انجام بدهیم مطمئن باشید که به اون سرحد امکان ما انجام دادیم. ولی اصولا موضوع نفت در دنیا یک مطلبی است که شاید یکی از نمونه های ظلم ممالک پیشرفته باشد نسبت به ممالک تولید کننده مواد اولیه. این مطالب ما در کنفرانس ژنو، در کنفرانس اونکتاد چندین دفعه عنوان کردیم که این قابل تحمل نیست که ممالک در حال توسعه، حالا ایران خوشبختانه از این مرز گذشته، ممالک در حال توسعه که مواد اولیه میفروشند خاطر چون ممالک عقب افتاده هستند رشد جمعیتشون زیاده،
کما اینکه رشد بعضی از این ممالک 3%، 3.5% میرسد، در صورت که رشد اقتصادیشون یا صفره یا پایین صفره. چرا؟ برای اینکه مواد اولیه‌ای که به دنیا میفروشن سال به سال به میل ممالک مصرف کننده میاد پایین، برای اینکه اونی که مصرف میکنه در واقع خریدار دیگه، او میتوانه قیمت خودش تحمیل بکنه و بعد فراورده های خودش سال به سال گرونتر میفروشه. پس ممالک عقب افتاده یا در حال رشد سال به سال فقیرتر میشن، هم جمعیتشون بالا میره، هم قیمت های مواد اولیهشون پایین، و هم چیزی که احتیاج دارن و میخرن گرانتر، و این قابل دوام نیست. یه روزی منفجر خواهد شد و ممکنه که دنیایی رو به آتش بکشه. پس این حرفایی که ما میزنیم از طرف اونها روی یک عقده خود ما نیست، برای اینکه خوشبختانه ما این وضع نداریم، وضع ما جور دیگری است. ولی موضوع نفت هم قابل تذکره. ملاحظه بکنید در این چند سال اخیر، فرض بکنید 10 سال اخیر، 12 سال اخیر، در مورد صنعت نفت در دنیا چه پیش آمدی کرده؟ اون چیزی که من یادمه، پوستد پرایس نفت در خلیج فارس در چند سال پیش آمد پایین، یعنی نفت ایران یا تمام منطقه را از سابق ارزانتر پوستد پرایس کردن، در صورتی که در همین مدت و کمتر در نصف این مدت ارزش اون پولی که به ما میدن، حالا دلار یا لیره یا هر چیزی، در حدود شاید 27% ارزش اون پول کمتر شده، برای اینکه هزینه زندگی در اون ممالک در حدود 37% بالا رفته. پس هم قیمت کمتری به ما میدن و هم جنسایی که ما باید با همین پول بخریم در حدود 37% گرانتر باید بخریم در همین مدت کوچک. آیا این عادلانه است؟ بعدی مقایسه بکنید. ما صحبت خودمون میکنیم، به کسان دیگه کاری نداریم. منفعتی که مملکت ایران از فروش نفتش میکنه مقایسه بکنید با منفعتی که شرکت های عامل میکنن از اونجا، و مقایسه بکنید باز با مالیاتی که ممالک پیشرفته از همون نفت به دستشون میاد. این ستاره مقایسه بکنید، شاید مالیاتی که ممالک دیگر نفت میبندند بالاتر از منفعتی باشد که مملکت تولید کننده داشته باشه و یا شرکت عامل. حالا خواهیم دید در چند روز دیگر. فکر میکنم که بالاخره ممالکی که عضو اوپک هستن این دفعه از هر دفعه بیشتر عزمشون جزم کردن که به این موضوع رسیدگی بکنند و تا جایی که ممکن است حقوق طبیعی و حقه خودشون را به دست بیارن. ایران که در این قسمت آماده است، ایران خوشبختانه تحت هیچ نوع نفوذی نیست، هیچ ملاحظه‌ای نمی‌کنه. البته ما از اون سیاست‌های دونکیشوتی نداریم که بدون مطالعه، بدون عقل، دیوانوار یک شمشیر چوبی رو سرمون تکون بدیم و را بیفتیم بدون اینکه فکر بکنیم نتیجه کار چی میشه. نه، ولی از طرف دیگه هیچ نفوذ غیر ایرانی نخواهد توانست ما را در اتخاذ سیاست ملی و معقولی که برای حفظ منافع ایران در موضوع نفت لازم هست بگیریم. امیدوارم همین عزم در همه جا باشه که ممالک اوپک هم از یک طرفی معقولانه با حساب با کتاب و از طرف دیگر به طور غیر متزلزلی تصمیماتی که در کنفرانس اوپک اتخاذ میشه به مرحله عمل بگذارن، و شاید موقعش رسیده است که اصولا قیمت‌های مواد اولیه در دنیا به تناسب بالا رفتن مواد تولید شده ممالک صنعتی و همون تناسب فرق بکنه. دیگه از این درخواست ساده تر کردن که نمی شود. شما جنس از ما ارزونتر می خرید، جنس خودتون گرونتر می فروشید، ما هر روز لاغرتر می شیم، شما هر روز چاقتر. خب یه روزی شما خواهید ترکید، هیچ تردیدی نیست.
این سیاست های خیلی علنی و واضح ایران البته یه دشمنی ها را ایجاد میکنه. ما میبینیم که به چه طریق حقیقتا مضحکی افرادی که اصلا هیچ شباهتی و چه تشبیه به هم ندارن ولی در یک چیز با هم شریکن و اون در ضدیت با پیشرفت ایران. در گوشه و کنار دنیا ما میبینیم اینا با هم جمع میشن، اشخاص بی وطنی که حالا اگر ضد این سیستم رژیم بودن میگفتن که این رژیم ما خوشمون نمیاد، خب این باز قابل فهمه، یه کسی از قیافه پادشاه خوشش نمیاد، خیلی خب اینه، نمیشود درش زیاد ایراد گرفت، خب نمیاد چه میشه که. اما عمل کردن در این که مملکتی که این پیشرفت مادیش بوده از لحاظ رشد 10%، اون پیشرفت معنویش بوده از لحاظ آزاد شدن دهقانش، از لحاظ آزاد شدن کارگرش و سایر چیزها، زن ایرانی به این مقامی که رسیده، سپاهای انقلاب ایران که پسر و دختر ایران میرن در دور افتاده ترین نقاط این مملکت کار میکنن، اینا بیان با سیاستی که در این مملکت هست مخالفت بکنن و با انقلاب ایران مخالفت بکنن و بخوان این مملکت تحویل اجنبی بشه و تازه تحویل اجنبی بشه که چه کار بکنن، اون کار اینجا انجام بشه که خود اون اجنبی به زبون اومده و گفته که من اصلا به کلی در سیاستم شکست خوردم. خب این البته از یه طرف جای تبسمه، از یه طرف جای تأثر که چرا اصلا حتی اگر تعدادشون 200 نفر 300 نفر 400 نفر 1000 نفر هم بیشتر نباشه چرا اصلا باید این فنومن ایجاد بشه. حالا چون مهم نیست روی این موضوع من تکیه نمی کنم، فقط جای تأسف اصالت کار ما طوریست که در عرض این مدت کم این نتیجه رو داده و خواهید دید 5 سال دیگه نتیجهش چی خواهد بود، 20 سال دیگه نتیجهش چه خواهد شد. حتی من میگویم 12 سال دیگه، یعنی این برنامه تمام بشه، برنامه 5 ساله پنجم تمام بشه، برنامه 5 ساله ششم تمام بشه، ایران وارد دوره تمدن بزرگ خواهد شد. حالا ما میگیم جهش بزرگ، کار بزرگ، ولی بعد در 12 سال دیگه من اسم اون تمدن بزرگ میذارم بر اساس فلسفه انقلاب ایران و پیشرفتایی که ما در تمام زمینه ها خواهیم کرد. البته صحبت از آموزش شد، خیلی مختصر اون موقع صحبتش کردیم ولی حالا باید بیشتر به این موضوع اشاره بکنم. ایران در آینده نزدیکی، حالا شاید در این برنامه 5 ساله پنجم کامل نشه ولی حتما در 10 سال دیگه این خواهد بود که بتوانه از لحاظ آموزشی اولا بی سواد نداشته باشه که هیچ، ثانیاً دبیرستان‌های عادی و حرفه‌ایش به اندازه‌ای باشه که احتیاجات مملکت تأمین بکنه و همچنین از لحاظ دانشگاهی وسیله انقدر باشه که هیچ کس به علت این که در ایران جا نیست مجبور به رفتن به خارج نباشه. یعنی تمام اون کادر دانشگاهی که مملکت ایران برای پیشرفت کارش لازم هست، اون جاهای آزاد در دانشگاه‌های ایران به اندازه کافی باشد که هم ایرانی رو بپذیره و هم فکر می‌کنم هزارها نفر از ممالک دور و نزدیک در دانشگاه‌های ایران مشغول تحصیل باشه، کمون شروع شده و یه عده‌ای میآیند. برای کارهای خیلی تخصصی البته که ما باید به بیرون بفرستیم، حتی برای تخصصی هم نباشه، باید افراد ما فارغ التحصیلان ما از دانشگاه‌های ما وقتی خارج شدن برای دیدن دنیا، برای تطبیق کارها، برای اینکه محیط دیگری را هم ببینن حتما باید برن و یا استاجی بدن یا فقط ببینن و بیان و از این تماس‌هاشون ما بهره مند بشن. پس در این برنامه 5 ساله ما در قسمت آموزشی و چه پایین‌ترین سطح آموزشی چه عالی‌ترین سطح آموزشی باید به اندازه کافی توجه بکنیم. قسمت دفاع مملکت که خب البته تا اون نباشه این کار اصلا عملی نیست و تا موقعی که در دنیا خلع سلاح نباشه البته در
رأس تمام افکار و اعمال ما هست و تمام این آرزوها، تمام این فلسفه های عالی انسانی انقلابی ما موقع عملی هست که این مملکت استقلال داشته باشه و مرز بومش محفوظ باشه. ولا اون فلان کس خواهد گفت که من پرچم تو رو از رو کشتی به زور میکشم پایین. دیگه حقیقتا این کار اینجا برسه انتحار دست جمعی بهتره، یا اینکه اگر زمامدارانی یا ملتی اینقدر بیفکر باشن که پیشبینی این روزها رو نکنن، اون ملت اصلا شاید دیگه حق حیات نداره، اصلا اجازه زندگی نداره. با وجود این، ما برای قوای مسلح خودمون از لحاظ تعداد و از لحاظ تشکیلات تا جایی که ممکنه صرف جویی خواهیم کرد. به تصمیماتی در چند روز آینده من خواهم گرفت که نمودار همین موضوع است. صرف جویی در سازمان، ولی داشتن اون حد اقلی خصوص در اون نیروهایی که لازم هست که این مملکت برای دفاع خودش هیچ وقت احتیاج به درخواست فرستادن یک تلگراف به نزدیکترین دوستش که خواهش میکنم به کمک ما بیایید نداشته باشه. برای اینکه ما دیدیم این نوع درخواست ها از طریق اون ممالکی که خودش نه عزمش داره نه امکانش داره که از خودش دفاع بکنه، به چه فجایع بین المللی منتهی میشه. اسم نمیارم، ولی مسئلهش همین امروز در دنیا در دو سه نقطه میبینید، هر روز میبینید. ولی چون از یک طرف یک قوای تأمینیه قوی بدون اقتصاد سالم نمیتوانه دوام داشته باشه، ما قوایی که این مملکت لازم داره به اون حد اقل میرسونیم، برای اینکه سعی میکنیم اولا نفراتی رو تربیت بکنیم که از هیچکی کمتر نباشه در تبحر و در تخصص و در روحیه و در اراده، و ضمناً سلاح‌های غیر اتمیکی که به تشخیص خودمون بهتر و موفق‌تر باشه اختیار اونها بذاریم. ولی باز گفتم به اون حد اقل مقداری که مملکت ما رو به خطر نندازه، و امیدوار هستم که تخصص افراد ما، روحیه افراد ما، جبران کمبود کمیت قوای ما را بکند. کما اینکه مجبورم در این حال تذکر بدم که این سیاستی که من الان میگویم تطبیق میکند با وضع فعلی. اما اگر خدای نخواسته وضعیت اطراف ایران و به اصطلاح جغرافیایی نزدیک ایران تغییر بکنه و به طریقی تغییر بکنه که خطرات متوجه این مملکت اضافه بشه، به همون تناسب البته ما ناچار مجبور هستیم که بر بیداری و بر قدرت خودمون اضافه بکنیم. با توسعه دموکراسی که روز به روز در مملکت ما بیشتر می شود، و امیدوارم اون صحبتی که کردم که اساس دموکراسی جامعه ایران نمیتواند بر یک شالوده غیر دموکراتیک اقتصادی باشد و به عکس یک شالوده اقتصاد دموکراتیک بدون دموکراسی سیاسی ما نمیشود، در هر دو زمینه ما پیشرفت داریم میکنیم. در دموکراسی سیاسی ما از پایین ترین سطوح که انجمن ده باشه، یعنی در خود انجمن ده چندین چیز مکمل دموکراسی ما داریم که یکی شرکت های تعاونی است، یکی شرکت های سهامی زراعی است، یکی خانه های انصافه، و حالا در آتیه خانه های فرهنگ هم کمک به دموکراسی خواهد کرد دیگه، وقتی که ما به اینها در اونجا تلویزیون بذاریم، رادیو بذاریم، افرادی برن به اونها
تمدن ایران توضیح بدن و فرهنگ ایران توضیح بدن، کتابخانه داشته باشن و تصاویر مختلف. این البته به دموکراسی کمک میکنه. هر چقدر فکر اینها بازتر بشه و فهمشون بیشتر بشه، بیشتر دموکراسی رو درک میکنن. از اونجا میایم به انجمنهای شهر و بعد شهرستان و استان و بالاخره مجلسین سنا و شورای ملی. تمام اینا هر کدوم یک مرحله و یک پله است که برای تعمیم دموکراسی ایران ایجاد شده. و این وقتی هم بشه ریشه‌کن شدن بیسوادی و توسعه وسایل آموزشی در همه سطوح و این تطبیق بکنه بر اقتصاد دموکراتیک، یعنی اقتصادی که قسمت‌هایی که تعیین کننده قیمت هستند، حالا هر چی باشه، نفت، آهن، موضوع حمل و نقل، موضوع پست تلگراف و گاز فرآورده‌های پتروشیمی که البته اون زیاد مهم نیست، میتوانیم مردم تا یه حدی در اون قسمت‌هاش شریک بکنیم، یعنی تا یه حد حتی زیادی، برای اینکه اون تعیین کننده قیمت نیست. این صنایعی که تعیین کننده قیمت هست در دست جامعه هست که به وسیله دولت که نماینده جامعه هست اداره می شود و همچنین شرکت کارگرها در سود کارخانجات که باز باعث تعمیم این اقتصاد دموکراتیک می شود و کارهای دیگری که در قسمت روستایی می کنیم، برای اینکه زراعت ایران کم کم داره زراعت در واقع صنعتی میشه، اسمش اصلا کشت و صنعته. پس این دو کار توامن با هم پیشرفت خواهد کرد و رژیم دموکراتیک ما با اقتصاد دموکراتیک ایران به یک پیشرفتای بسیار چشمگیری نائل خواهد شد. پس خلاصه میکنم در چند کلمه هدفهایی که ما برای برنامه 5 ساله پنجم داریم. از لحاظ کشاورزی گفتم مطالب را، اهمیت خیلی زیاد به کشاورزی. از لحاظ صنعت در قسمت بخش دولتی تکمیل کارهایی که کردیم به حد اکثر، به خصوص در قسمت شرکت نفت و صنایع ذوب‌آهن. و چیز جدیدی که شاید باید اشاره به آن بکنم و شاید هنوز به اندازه کافی اهمیتش ما توضیح ندادیم، موضوع کشف معادن مس در این مملکت، توسعه شبکه برق این مملکت. اگر به همین آهنگ ما بخوایم جلو بریم، نمیدونم فوق‌العاده است اصلا بتوانیم یا نه، یه رشد 37% گمان میکنم در دنیا بی سابقه باشه، ولی اگر احتیاج باشه سعی میکنیم که این رشد حفظ بکنیم. موضوع آموزش هم که گفتم، موضوع خدمات گفتم. در خدمات باز چیزی که زودتر از همه تأثیر خواهد کرد در زندگی مردم، موضوع ساختمان مسکنی، چه در شهرها و چه کم کم در روستاها. اگر ما چند چیز بتوانیم به اختیار مردم به قیمت‌های تقریبا ثابت بگذاریم، بزرگترین کار انجام دادیم. و خیلی مهمتر از این است که ما سال به سال به حقوق مردم اضافه بکنیم و اون مواد مصرفی است و موضوع مسکن. اگر ما بتوانیم در اختیار مردم مسکنی بذاریم که بگیم برای بعضی ها که بیشتر توجه میکنیم و لازم هست برای اینکه جزء وظیفه و کارشه، مثلا یک افسر ارتش و یک درجه دار ارتش، ما اگر به اون مسکن بدیم این جزء وظیفه شه، برای اینکه در یه نقطه‌ای هست و زندگی میکنه کسی هیچی نیست، حتی شهر نیست، آبادان نیست. پس مسکن برای او جزء و انجام وظیفه شه. این مسکن نباید از فلان مقدار حقوق او در ماه بیشتر کرایه برداره، حد اکثر 10%، در خیلی قسمت ها 5%. ولی برای سایر کارمندان دولت هم همینطور. این خیلی مهمتره که با این مسکن ارزان قیمت به نسبت چیز فعلی که خیلی ارزان قیمت در اختیار او بذاریم تا اینکه حقوقش اضافه بکنیم. برای اینکه اگر حقوق بره بالا و ضمناً قیمت مسکن و قیمت تمام احتیاجات زندگی بره بالا، این در واقع نقض غرضه.
نمیگم حقوق بالا نره، باید بره بالا، ولی کی؟ موقعی که بالا رفتن حقوق برای بهتر زندگی کردن باشه، نه فقط برای جبران گران شدن هزینه زندگی. چون ما میخواییم بهتر زندگی بکنیم، موقعی که حقوق میره بالا یعنی قدرت خرید این فرد یا این خانواده بیشتر میشه، یعنی بهتر زندگی میکنه. ولی اگر زندگی شما 10% رفت بالا، شما 10% به حقوق اضافه کردید، این در همون سطح میمونه، بهتر که زندگی نمیکنه. در صورتی که من میگم سعی کنید چیزای مهمه قیمت چه ثابت بکنید، یا اگر احیانا بعضی اوقات مثلا قیمت میره بالا، برای همه دنیا میره بالا و غیر از این هم ممکن نیست، اگر مثلا 2% قیمت رفت بالا، البته اگر امکان پولیش داشتید، شما 3% به حقوق اضافه بکنید که این همیشه یه قدری بهتر از سابق زندگی بکنه. اما اگر شما مسکن ارزان‌تر به اختیار او بذارید، که شاید الان 20-25% حقوق ها به کسانی که خانه ندارن میره برای پرداخت کرایه، شما بتوانید به حدود حتی 12 یا 15% حقوقش برسونید، این 10% مثل این که به حقوق اضافه کردید دیگه، بدون اینکه اضافه ای بهش بدید و بدون اینکه تولید تورم بکنید در مملکت. ولی برای اکثر کارمندان دولت ما اصولا باید این سیاست داشته باشیم که خانه سازی بکنیم. برای اونا که کردیم غیر مستقیم، چون عرضه زیاد هست، قیمت کرایه ها به هر صورت در سطح مملکت پایین میاد و رفاه بیشتری برای مردم ایجاد میشه. پس اینم باید در جزو اون خدماتی که ما حساب میکردیم، موضوع خانه سازی رو حساب بکنیم. حتی داخلی خارجی اگر بیان به اقساط خانه بسازن و پولشون به تدریج بگیم، فکر میکنم که این یک سیاست صحیحی باشه. به همون از اینکه تو صنایع در مملکت مهم هست، این توسعه خانه سازی هم صحیح هست. مثل میزنم، ما در تبریز و در عراق مراکز مهم صنعتی ایجاد کردیم. اگر ما در این دو نقطه خانه به اندازه کافی برای کارگرانی که در اونجا مشغول کار خواهند شد نسازیم، چه خواهد شد؟ یعنی کرایه خانه اونجا به قدری بالا خواهد رفت که اگر حقوق فعلی رو به اون کارگر بدید که زندگی نمیتونه بکنه، مگر اینکه 2-3 برابر حقوق کارگر اون منطقه رو ببرید بالا، برای اینکه بتونه زندگی عادی یک کارگر دیگر ایرانی در یک نقطه دیگر بکنه. البته تهیه برنامه‌تون فکر می‌کنم روی همین خطوط باشه، مگر اینکه از حالا تا 2 سال دیگه پیش اومدایی بکنه که از حدود کنترل ما یا از حدود پیشبینی ما خارج باشه. و در اون موقع هنوز وقت دارید و تقدم‌ها رو البته بعد معین میکنیم و اون به نسبت اوضاع بین‌المللی و احتیاجات داخلی مملکت ایران خواهد بود. امیدوارم این برنامه فعلی با موفقیتی که تا به حال داشته که بیش از پیشبینی بوده خاتمه پیدا بکنه و برنامه پنجم را هم بتوانیم با همین موفقیت، خدا کنه بلکه بیشتر، انجام بدهیم. فکر میکنم که ما در پروژه هامون اگر دقت بکنیم، شاید بتوانیم یا سریعتر کار بکنیم یا در مخارجش نظارت دقیق بکنیم، شاید ارزونتر، هم سریعتر و هم ارزونتر تمام بکنیم، که جمع این دوتا خیلی تفاوت میکنه. یه پروژه ای که این باشه در عرض 3 سال تمام بشه با فلان مقدار سرمایه گذاری، چون ما این 3 ساله رو معمولا در عرض 7-8 سال تمام میکنیم، اون تفاوت هزینه زندگی و گرانی بین این 3 سال و 8 سال، اضافه بر این که پروژه رو اصولا گرانتر از اون چیزی که هست ما خرج میکنیم، اون ادامه و تطویل کار به قیمت پروژه اضافه میکنه و پروژه رو آخر سر غیر اکونومیک میکنه. این چیزا رو دقت بکنیم. و اصولا اینکه اغلب کارهای مملکتی را ما بتوانیم به وسیله ماشین حساب انجام بدهیم و مکانیزاسیون کامل بکنیم در این قسمت، امیدوارم که نتایجی که از برنامه 5 ساله پنجم خواهیم گرفت، از این برنامه هم حتی درخشانتر باشه.